دوستان که ناگینی بودن حالا که زحمت کشن لطف کردن تا اینجا اومدن لاغر ما هم ببینیم آقای امیلی نیجن یکم جلوه تر بیا تا اینجا حیفه تا بالا بیا ما الان داریم اینو سر کارمون نرفتی فقط بخاطر آقای احمدی نژاد یعنی واقعا افتخار میکنی که همچین رئیس جمهوری داری که خاکی مثل خودمون مثل مردم فقیر نشینن واقعا به این رئیس جمهور شجاع افتخار میکنیم چرا شجاع؟ بخاطر اینکه اولین بار همچین رئیس جمهوری جرأت داشته که بیاد وسط مردم تو محله‌های فقیر نشین بیاد یعنی خودش مستقیما با مردم صحبت کنه انتظار نداشتم همچین چیزی اصلا سابقه نداره باله آقای امیری نجات خیلی دوست داریم ما بند کفشمون رو صفر بستیم خودکفا اشتغالگاهی شعارهای شما رو باور کردیم همکاری میکنیم ما جوونیم باید همکاری کنیم امام کی گفت آمریکایش غلطی نمیکنه ما هم میگیم تا قیامت هم میگیم تجربه دانشگاهیتون و کلن دکترای مهندسی واقعا چقدر به درد مدیریت اونم در موضع ریاست جمهوری خورد؟ بالاخره ذهن مهندس ذهن منطقی و سازمانیافته است دیگه نگاه مهندسی نگاه هدفمنده یعنی عوامل رو کنار هم بچینه و یک پدیده جدیدی رو شکل بده و مسائل پیچیده رو تجزیه بکنه و جزئی بکنه و حل بکنه این کار مهندسی است و اینها با مدیریت‌های کلان قرابت بسیار روشنی داره نمیخوام بگم من عالم هستم ولی فکر میکنم که مناسب اجرایی کشور باید در اختیار عالمان باشه دیگه و علم اثر داره دیگه اجازه پرتاب ماهواره ملی امید را صادر می نمایم و به مناسبت شعارهای ملت ایران در دهه فجر 57 شعار الله اکبر را سرآغاز این حرکت نوین قرار می دهم الله اکبر الله اکبر الله اکبر بشری با نوعی از نژاد پرستی مواجه است که زشتی ناشی از آن حیثیت انسان را در آغاز هزاره سوم به طور کلی مخدوش کرده و جامعه جهانی را شرمنده ساخته است صهیونیسم جهانی مظهر تمام عیار نژاد پرستی است که با توسل دروغین به دین کوشیده است تا با سوء استفاده از عواطف دینی برخی از افراد بی اطلاع چهره زشت خود را پنهان کند
How does it help you to come to New York and make and say some of the things you do about the end of the American Empire and that Israel is on the slope toward disappearing? ما داریم خبر میدیم. اگه بعضیا دوست ندارن اخبار بشنون اشکال نداره. ما داریم خبر میدیم که امپراتوری آمریکا به پایان رسیده. این کمک به سیاستمداران آمریکاست. واقعا کمک به اوناست که رفتارشون رو عوض کنن. فرصتی که برای من فراهم شد تا به نیویورک برم و با رئیس جمهور احمدی‌نژاد حضوری دیدار کنم، در اونجا احساس کردم در حضور شخصی قرار دارم که روح بسیار سال خورده ای داره. در آمریکا مثالی داریم که میگن فلانی دارای روحی سال خورده است، یعنی اون دارای پس‌زمینه بزرگ از دانش و خردی به مراتب بیش از تمام سالهای عمرش. کشور ایران 7000 سال سابقه تاریخی داره. همیشه یه ملت صلح طلب و دوست سایر ملت‌ها بوده. ملت ایران در طول تاریخ همواره در همه امور، در علم، در صنعت، در فرهنگ پیشتاز بوده. ملت ایران پرچمدار تمدن برای همه بشریت بوده است. ایشون خیلی زمان بود که بخواستم با آقای دکتر احمدی نژاد صحبت کنم. چی با آقای احمدی نژاد هدیه دادی؟ دو تا راکت تنیس. آقای احمدی نژاد تنیسه؟ اگه نبود بشه. آیا احمد اینجا شما دوست دارید؟ بله خیلی. حالا چی؟ چون که گفتم به تمام جهان قدرت ایران رو نشون داده و واقعا من افتخار میکنم.